خب دوستان عزیز با شما هستیم، از این بابت بسیار خوشحالتر هستم که آقای یزدان خدابندلو هم از آلمان با ما هستن و امروز وقتی برنامهشون رو برای من فرستادن موضوع رو بسیار جالب دیدم، اینکه ماجرای عقاب. بذارید حالا از خودشون کلن بپرسیم یا خود ایشون برای من و شما بگن که چیه این ماجرای، میدونید دنباله آسیب شناسی فرهنگی برنامه رو ادامه میدیم، ولی امروز نقش عقاب در پیدایی آیین اهورامزدایی در پهنه فلات ایران. ایشون اینو که صحبت کنن بعد من ازشون سوال میکنم، این عقاب توی کشورهای دیگه مثل آمریکا، آلمان، حتی اینا هم هست. من سلام میکنم خدمت ایشون، بهشون خوش آمد میگم. آقای خداوندلو، این شما و این هم دوستانان شما در سر تا سر جهان، بفرمایید. ضمناً از دوستان خواهش میکنم که اگر سوالی دارید یا پرسشی دارید یا احتمالاً میخواین در برنامه آقای یزدان خداوندلو ایشون رو به چالش بکشید، با فیسبوک ایشون تماس بگیرید، از طریق فیسبوک خیلی هم فعال هستن. بفرمایید آقای خداوندلو. درود بر شما آقای سوربی، شنوندگان و بینندگانتان. ممنون. قبل از اینه که امروز ما به نقش عقاب بپردازیم در پیدایی آیین اهورامزدایی در پهنه فلات ایران، من دوست داشتم از شما یه سوالی بکنم. آقا من وکیشن بودم، حالا از تنبل و خسته برگشتم، ولی بفرمایید. در جلسه قبل در مورد فر ایزدی گفتگو کردیم. بله بله. تمامش توضیح دادم که چگونه ایزدان از زمین به آسمان صعود میکنند و سرشت آنها مذکر میشود. حالا اگر از شما بپرسن، مثلا فرزند شما از شما بپرسه که بابا اهورامزدا که در آسمان است چگونه میتوانید تصور و تجسم آن را در ذهن کودک شما عینیت بخشید و جا اندازید؟ خیلی جالبه، چون من خودم باور ندارم که چیزی در آسمان هست، بهش میگم که من انقدر خرج کردم که تو بری یاد بگیری، تحقیق کنی، به من بگی. شما هم میتوانید قوای تصور و تجسم خودتون رو به کار بندازید و مثل نیاکان دور ما اسطوره سازی کنید. حالا اسطوره بسازید که چگونه میشود این اهورامزدا رو در آسمان در ذهن یک کودک جا انداخت که یه همچین چیزی در آسمان هست. خب شما توضیح بدید، بگین چجوری شد که این باور به بزرگان منتقل شده که بزرگان هم به کودکان میگن. بله، خب من امروز به یک موضوع کاملا بکری میخوام اشاره کنم که تا کنون در افق نگاه مفسرین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ما که جای خود داره، حتی در افق نگاه متفکرین غربی که درباره دیانت زرتشتی و مسائل اسطوره ها مطلب نوشتن، به این موضوع اشاره نکردن که من الان در اختیار شما قرار میدم، در اختیار شما شنوندگان و بینندگانتان. بسیار ممنون، بفرمایید. خب نقش عقاب در پیدایی آیین اهورامزدایی در پهنه فلات ایران. سیاه شد ز گرد سپه آفتاب، ز پیکان فولاد و پر عقاب، فرزانه طوس. اگه براتون امکان داره یکی از اون تصاویر عقاب رو هم نشون بدی که در آسمان داره پرواز میکنه. بله بله. عقاب بزرگترین پرنده شکاری جهان، با سیمایی مقروف، چنگالی نیرومند، چشمانی به سان تلسکوپ، توانایی نگاه ژرف جهت تشخیص جنبندگان از فراز آسمان، با منقار خمیده، بالهای پهن، قدرت اوجگیری با سرعت 50 به هنگام شیرجه 320 کیلومتر در ساعت در پیکر آیرودینامیک خود متراکم گرده و در سبد خوراکی این صیاد تک همسر و خویشاوند کرکس. اینجا من توقف کنم، شما میدونید یه تفاوتهای بین عقاب و کرکس هست.
بله بله قیافشون معلومه. دوست دارید توضیح بدم؟ اگه لطف کنید ممنون میشم. ببینید کرکس از خانواده عقاب هست، منتها کرکس مانند عقاب پرنده شکاری نیست بلکه ناشخوره، اما خصوصیات مشترکشون این هستش که مثل عقاب توانای دور پروازی رو داره و هرچه در آسمان بالاتر اوج بگیره زاویه دیدش باز میشه و افق پهناوری رو میدان دیدش قرار میگیره که بتونه ببینه لاشه در کجا افتاده که بره اونو بخوره. خب شاید از یه فامیل هستن، همونجوری که تو فامیل هم یکی کار میکنه یکی مفتخوری میکنه، اینا اینجوری هم یکی کار میکنه شکار میکنه یکی مفتخوری میکنه. البته از یه خانواده هستن، منتها در فرایند به تغییر تحول که همون از منشأ غذاییشون سرچشمه میگیره، عقاب پرنده شکاریه و خودش شکار میکنه و مواد غذاییش تعیین میکنه، اما این شکار نمیکنه و از لاشه ها مصرف میکنه. به همین خاطر هستش که پنجه هاش اون گیراییه و چنگال زدن عقاب رو نداره، حتی یه انگوشش هم از دست داده، دو تا جلو داره یه دونه عقب داره و خیلی بدعیبته. و در عوض این گردنش مثل مار دراز شده و پوست ها و موها رو از دست داده و تنها اینطور میتونه که میاد وقتی روی لاشه میشینه میتونه یه سوراخ بکنه و سرش از اون سوراخ میکنه تو و اون اعما و احشا و روده و معده و جگر و قلبه ها و قلب و این چیزا رو میکشه بیرون و میبنده. به همین خاطره که اون موها رو از دست داده، اگر مو داشته باشه اون مو آلوده به اون خونابه ها اون چیزا میشه و براش مشکلات ایجاد میکنه. در دراز مدت اونا رو حذف کرده و اگرم سرش و گردنش هم خون آلود بشه و به اون خونابه ها دباشه به بدنش میماله به اون پرها و بعد با منقار و بزاقش خود پرها رو تمیز میکنه. این تفاوتی هستش که بین کرکس و عقاب ایجاد شده. بسیار عالی. خب در سبد خوراکی صیاد تکمسر به خویشاوند کرکس که از هزارهای دور نزد ساکنان پهنه فلات ایران شخصیتی شناخته شده بود، توانست الگوی درخشان در جایگزینی و آلترناتیوی مستعد برای تجسم موضوع انتزاعی خیالی در عینیت بخشیدن به اهورامزدا به عنوان سنگ بنای زیرین در برپایی و پیدایی آیین و سپس دیانت قوام یافته جهت وحدت اقوام پراکنده و مدام در کشمکش بین بخش اهورامیترایی مادین سرش با بخش مزدایی نرین معاب سرانجام در اقلیم گوهرین فلات ایران در هیئت فرزانه دانا تجلی کند. در اینجا من قدری توقف میکنم. شما میدونید که همه آیین اهورامزدایی قبل از ظهور در پهنه فلات ایران و حتی در واحد بزرگتر کل خاورمیانه و حتی بزرگتر از اون در سر تا سر اروپا این دیانت میترائیست انتشار یافته بود و برای خودش هم الهگان مهر و آناهیتا و میترا رو داشت و در جای جای کشورهای همین اروپایی تندیس‌های مهر و میترا و آناهیتا در میدان‌ها و معابدشون حضور داره. بنابراین این دیانت اهورامزدایی از دو بخش تشکیل میشه. بخش اولش اهورایی که ریشه در همون دیانت میترایی و الهگان حوریان و الهگان مادین سرشت داره و بخش دیگرش اون موقعی که میره به آسمان در هیئت پیری خردمند مذکر میشه و مزدایی میشه و برمیگرده پایین و برای خودش هم پیامبری به نام آشوزرتوش پیدا میکنه. در اینجا من توضیح میدم و مورد استفاده قرار گیرد که جمعی جنبندگان کوچکتر از کرکس، گوز و گورخر در سبد خوراکی ایشان قرار دارند و نیاکان دور ما بارها در دشت ها شاهد بودند
که چگونه این شاهباز دور پرواز از اعماق آسمان ناظر و احوال زیستمندان جانوری و در حوزه معرفت این نظارت کیهانی در نسوج روانی و در بخش قدامی دستگاه عصبی اجداد دور ما خوش نشد و سبب ساز پیدایی الهیات زرتشتی منشأ بنیادین و انگیزه تجلی فر و هر و نگاه آسمانی او در حافظه تصور تخیل و لوح ضریب نیاکان دور ما نقش بست. اگر میتونید اون عقاب رو نشون بدید که در دشت داره پرواز میکنه و تعدادی هم انسان از پایین دارن نگاه میکنند. بعد از زهدان اساطیر فلات ایران به بار نشست و به تدریج در هیئت پیر خردمند و فرزانه دوراندیش جایگزین الهگان مادین سرشت مهر، میترا و آناهیتا در کیهانشناسی میترایی که از قرنها پیش اصل ستایش و عنصر پرستش در طبیعت مثل آب، باد، خاک و آتش را در فرهنگ کهن‌بوم ایران نهادینه کرده بود گردید. در اینجا من توقف کنم. وقتی که دیانت اهورامزدایی ظهور میکنه، طبیعتاً اون عناصر طبیعت رو که برای خودش هم الهگانی مثل مهر و میترا داشت، باد، خاک و آب رو کنار میگذاره و تنها اون آتش رو میگیره، چرا که پی برده بودن این آتش، یعنی گوهره درخشان طبیعت، عنصری هستش که انسانها رو میتونه دور خودش جمع کنه و شایستگی های دیگه هم داره. با همین آتش هستش که میتوانید شما نور رو به کلبتون ببرید، با همین آتش هستش که میتونید ظروف درست کنید، با همین آتش هستش که میتونید دشمنان رو تهدید کنید یا از خودتون دور کنید، و به همین خاطر هستش که برای اون اجاق درست کرده و برای اینکه اون اجاق از بین نره، چون انقدر براشون دوست داشتنی بود، یک نیت پرستشگاه درست کرده و اون آتشکده به پا به هستی گذاشت که در اونجا عبادت یه نگهبان هم براش گذاشتن دیگه. بله، خب من متولی بخره، بالاخره هر وقت یک معبدی و یک عبادتگاهی به وجود میاد طبیعتا برای خودش متولیانی داره و این متولیان هم مغان زرتشتی بودند. خب خاک و آتش را در فرهنگ کهن‌بوم ایران نهادینه کرده بود گردید و در روند کشمکش درازدامن در جدال کهنه با نو، سنت با تجدد در اعماق روان اقوام آریایی حل کردید و در فرایند تجلی و تجسم اهورامزدا به سان ایزدی انتظاری در افکار اهالی ایران زمین به وساطت تمهید هوشمندانه آشازرتشت پدید آورنده دیانت مزدایی جهت سمبول آفرینی و جایگزینی و جا انداختن اهورای آسمانی در روان اقوام، نقش عقاب در پهنای آسمان بدیلی کارساز، آلترناتیوی مستعد و تاثیرگذار در پگاه نظام دامداری و کشاورزی بود که سرانجام اوائل ساکت در اقلیم کهن‌بوم ایران پذیرفتن اهورامزدا به سان خدا همچون عقاب از آسمان همواره ناظر بر احوال آدمی و پندار، گفتار و کردار نیک را به فرزندان این آب خاک توصیه می کند و به گزارش ابوریحان بیرونی و گزنفون تاریخ نگار یونانی تصویر عقابی بالگشوده یه دونه هم هستش که پرچم هخامنشیان رو اگر می تونید نشون بدید که در روی اون یک عقاب بالگشوده هست. به گزارش ابوریحان بیرونی و گزنفون تاریخ نگار یونانی تصویر عقابی بالگشوده از زر ناب پرچم ایرانیان بود که بر سر نیزه بلندی در نوک پیکان سپاه هخامنشیان قرار می گرفت و در مورد کوروش کبیر می گوید هنگامی که وی با ارتش خود به فتح بابل می رفت، پدرش او را تا مرز کشور پارس ها همراهی کرد
و در آنجا عقابی دید در آسمان که پیشا پیش آنان در پرواز است و حضور او را به فال نیک گرفت و با خود اندیشید پسرش در این پیکار پیروز خواهد شد، زیرا گمان میکرد عقاب شبیه ماهواره‌ای در فضا از بالا ناظر بر میدان نبرد قبل از درگیری با دشمن اطلاعات لازم و مفید را به فرزندش گزارش میکند و بر روی یک قطعه کاشی که در کاوش‌های تخت جمشید یافت شده نقش شاهینی با بالهای گشوده دیده میشود. میتونید یه دونه سنگی هستش که بالهای اهورامزدا رو تو روی اون نشون میده که از چیز تخت جمشیده، اونو نشون بدید. نقش شاهینی با بالهای گشوده دیده میشود، در چنگال خود گوی گرفته و گوی دیگری بر سر دارد که به گمان برخی از پژوهشگران این عقاب بال گشوده نماد اهورامزدای ایران بود که بر روی پرچم هخامنشیان نقش بسته و قرنها بعد امثال عقاب دو سر سمبل امپراتوری بیزانس کردید. یه دونم تصویر من نشون دادم برای شما که سمبل امپراتوری بیزانسه. آره این تقریبا شبیه پرچم آلمان هم هست نه؟ بله این اصلا در پارلمان، اینجا من توضیح میدم، در پارلمان اروپا هم تو دیوار همین عقاب دو سر مزین به این عقاب دو سره نقش بسته به قرنها بعد امثال عقاب دو سر سمبل امپراتوری بیزانس کردید و باستابش قرنها بعد در لباس نظامیان ارمنستان. شما اگر دقت بکنید من یه دونه همینجا توی این دریچه چت برای شما یه دونه تصویر فرستادم از آش و زرتشت که در بالای اون چیز میترا رو هم تندیسش رو درست کردن، اونم میتونید نشون بدید در ارمنستان. و باستابش قرنها بعد بر لباس نظامیان ارمنستان، اردن، صربستان، سوریه، عراق، پاکستان، اندونزی، فیلیپین، پاناما، آلبانی، رومانی، اتریش، مصر، مکزیک و نیجریه افکنده شد و تصویر این شاهباز پرندگان در تمدن بابل، آرتا یه تمدنی هستش که مربوط به کرمانه و هلهوش اون حاشیه کبیر ایران، در تمدن آرتا، سومر، آشور، اکد به عنوان نماد جنگ انتخاب و روی بسیاری از سکه های بجامانده از یونان کهن و روم باستان بناهای تاریخی، سازمانها و گروه های اجتماعی دیده می شود و امروزه بسیاری از کشورها در نشان ملی خود از عکس عقاب دو سر استفاده می کنند و در ایالات متحده آمریکا لوگوی وزارتخانه ها و پارلمان آلمان مزین به تصویر این عالی جناب است و اسطوره سیمرغ نگاره خردمند دانا و پرورنده زال پدر رستم. اگر بتونید اون تصویر سیمرغ رو هم نشان بدید که زال رو در منقار داره، همین رو دارم نشان بدم برای شما فرستادم. بله دوستان اگه دقت کنید بالای این عکس همین سیمرغ که بالش رو باز کرده و زال هم در یک به اصطلاح پارچه‌ای به منقار گرفته. این بله اینجا رو من داستانش رو میگم و اسطوره سیمرغ نگاره خردمند دانا و پرورنده زال پدر رستم این انعکاس پیکر عقاب با دم شبیه طاووس، پنجه های شیر در افسانه های حماسی شاهنامه و عرفانی منطقه الطیر عطار نیشابوری است که آشیانش در کوه قاف و به رازهای نهان آگاهی دارد و در روی ظرف‌ها و کاشی‌های نقش بسته و نشان رسمی شاهنشاهی ایران بوده و نگاره‌های کشف شده بر بخش غربی دیوار افراسیاب در شهر سمرقند دو تا دونه نگاره هستش که یکی سنگواری عقاب رو نشون میده، یکی هم عکس شاهان و سه تا شاه رو نشون میده که میگه اینا تندیس شاهان ساسانی است.
غربی دیوار افراسیاب در شهر سمنقند شاهزاده را نمایش می‌دهد که طرحی همانند جامعه خسرو پرویز بر دیوار طاق‌بستان، تنپوشی مزین به تصویر عقاب یا سیمرغ افسانه است و پژوهشگر نگارهای دیوار افراسیاب پروفسور مارکوس موده، استاد باستانشناسی و هنر شرقی دانشگاه مارتین لوتر آلمان، در تحقیق خود میگوید وجود این نگاره بر پیکر خسرو در طاق‌بستان امکان ندارد نشانی ساده بوده باشد و تشابه کلاه در دو پیکره را دلیل دیگری بر مهم بودن شخصیت گمنام نقش بسته بر دیوار نگار افراسیاب می داند و نتیجه می گیرد که نگاره سیمار به احتمال قوی پیکری از گرد سوم آخرین شاه ساسانی است، زیرا تاریخ ساخت آن نگاره ها با سالهای پایانی شاهنشاهی ساسانی منطبق و از بین 100 پیکره نقش بسته بر دیوار افراسیاب تنها یک نفر جامعش به تصویر عقاب، شاهباز، سیمرغ یا هما آراسته است و تنپوش ابریشمی دیگری از پایان دوره ساسانی در موزه سرراتی پاریس با همان نقش به نمایش گذاشته شده و قطعات پارچه ابریشمی، کاشی و ظروف‌های سیمین و زرین آن دوران سیمرغ را در همان نقش نشان می‌دهد و پیشینه حضور سیمرغ انتزاعی ریشه در افسانه‌های دوران باستان دارد و در اوستا سیمرغ شاهبازی است آشیان گزیده بر درخت درمانبر به نام ویستوپیش که در بردارنده تخمه گیاهان و سام پدر سال فرمان می‌دهد فرزندش که با موی سپید به دنیا آمده در صحرا رها شود و سیمرغ خردمند آن کودک سپید موی را به آشیانه خود برده و بزرگ می‌کند و سالها بعد سام خواب فرزند خود که گویی از بعد به تولد در هیئت پیر خردمند سپید موی پای به هستی نهاده را می‌بیند و به دامنه البرز جایگاه سیمرغ به سراغ زال می‌آید و شاهین افسانه‌ای بعد از وداع با زال حریت خود به او می‌دهد تا در تنگنای زندگی از آن استفاده کند و سیمرغ دوبار در شاهنامه به زال کمک می‌کند. اول بار هنگام به دنیا آمدن رستم که به علت درشت بودن نوزاد زایمان با مشکل مواجه بود و سیمرغ با تمهیدی زایش را آسان، و بار دوم هنگام پیکار رستم با اسفندیار که پهلوان سیستان ناتوان از غلبه بر شاهزاده رویین‌تن به راه تبایی سیمرغ موفق می شود در نبردی او را از پای در آورد. شما میدونید چگونه به از پای در میاره اونو؟ یادم نیست، نه. میگن که روزای اول دوم که رستم با افراز با اسفندیار جنگ میکنه، اسفندیار بدنش روی این تم بود، هرچی این چمپیل میزده و تیر در پس میکرده میخورده با اونو کمانه میکرده میرفته، ولی هرچه اون تیر در میکرده میخورده و رستم رو مجروح میکرده و رستم هم شب میامده پیش زال و زال تمام زخمهای اون رو درمان میداده و بعد میگه خب من چیکار کنم؟ زال بهش میگه برو دو تا از نی گز هست، چه نوعی نی هستش که دو سره این رو شما از فلانجا بکن بیار دو سرش دو تا روحین چیز بکن، نیزه روی اونا پیکان تیز بران درست بکن و اون رو موقع پک کردن دو چشمش رو نشانه بگیر، چرا که اسفندیار دو چشمش روحین تن نیست، چرا؟ به خاطر اینکه این رو وقتی که داشتن افت به تمعیدش میدادن، این رو وقتی که کرده بودن توی اون آب چشاشو بسته، بعد در مردن چشمشو باز کردن، بنابراین تمام بدنش روین تن بوده اما چشاش روین تن نبوده و رستم از این ضعف پی میبره و نشونه میگیره و کیمونو میزنه تو دو چشم اسفندیار و کورش میکنه از پادرش بیاره. آها، حالا فهمید. نبرد او رو از پای در آورد و سیمرغ زخمهای بدن رستم و رخش را درمان میکنند و در منطقه کهیر عطار داستان سفر گروهی از مرغان به راهنمایی هدهد یا شانه به سر به کوه قاف
برای رسیدن به بارگاه سیمرغ میگوید: مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیکر وادی شده، و هر مرغ به عنوان نماد گروهی از انسان ها تصویر می شود و در طول پرواز بی حاصل بودن سفر از یک سو و مشکوک شدن برخی از پرندگان به رسالت و صداقت هدهد در رهبری سبب می گردد تعدادی از پرندگان به تدریج از ادامه راه منصرف شوند و در پایان تنها 30 تن از آنها به کوه قاف می رسند و در بیابند که سیمرغ واقعی در حقیقت خودشان هستند و نقش هدهد، این پرنده شام بسر تراویده از اسطوره‌های یمنی داستان سلیمان و بلقیس در ادبیات عرفانی ماست که بر فراز کله گوهرینش به سان کلاه سلاطین مزین به پرهای رنگین در حقیقت عقاب سیمرغ ریز نقشیست که وظیفه‌مند یافتن سفره آب‌های زیر زمین در اقلیم صحرایی و بیابانی گوهنبوم ایران است که حفر قنات‌ها در دشت‌های ایران پیامد این کاوش هستی‌زای اوست. بی‌دلیل نیست در شعر معاصر شاعر عرفانگرای ما سهراب در جستجوی گوهر آب حیات از اقلیم خشک کاشان پر می‌کشد به سوی تهرانی لمیده بر دامان البرز جهت رسیدن به قاف هستی، و در مسیر راه در برخورد با سختی‌های در کمین نشسته به سان شاملو از سر یأس و ناامیدی نمی‌نالد که من سلام بی جوابی بودم، طرح وهمندود خوابی بودم، ای دریغ از پای بی پا پوش من، درد بسیار و لب خاموش من. بلکه از خود می‌پرسد کجاست حیات؟ من از کدام طرف می‌رسم به یک هدهد؟ و این شام به سر قهرمان گرهگاه حماسه و عرفان ایرانی و مرشد جویندگان راه حقیقت که در ستایش او من میگویم. من اینا رو ساختم بر اساس شعر عطار. آفرین ای هدهد باهوش ما، در حماسه چشم تدبیر و تمهید ما، ای به سر حد اهورا سیر تو خوش، مزدای منطق و تیرت در خروش، صاحب اسرار زرمان آمدی، روا باشد اهرمن در بند و زندان افکنی، تا که ملت را تو باشی رازدار، دیو اسلامی تو افکنی بر سکوی دار، راهنمای ما بگردی این زمان، در نبردی بی امان با امامداران زمان، دیو گر بر چاه ظلمت افکنی، با فر و بهر در رستاخیز رو شادی کنیم، تا در شبستانهای خاموشی نتراود دیگر از گل اندیشه ها سم فراموشی، بار دیگر آتش گده ها برپا کنیم، تا بگردیم شیفت جان بر گرد شعله تاوان. و این پایین هم من لینک یک ویدیویی رو از پرواز و عقاب و چیزاشو گذاشتم، اگه دوستان دوست داشته باشن میتونن اونو بزنن و نمایش بدن. فعلا میکروفون در اختیار شما آقای سربی. خیلی ممنون. منظورتون از این پایین پایین نامه اون عکس مار و عقاب رو میگید که یه ویدیو هست عکس مار و عقاب هست، نه؟ اونو یا چیز دیگه هست؟ نه، یه دونه لینک که از یوتیوب پیدا کردم که شکار عقاب رو در مناطق مختلف دنیا نشون میده که چگونه این شکار میکنه. آهان، توی همون ایمیلتون هست؟ تو این ایمیل و تو اون بله. لینکه، یه دونه لینکی هستش که زیر این نوشته من گذاشته بودم. بله بله، دیدم، مال یوتیوب. دستان ممنونم. این شعری که الان شما خوندید آخرش گفت چیکار کنیم، دوباره بریم آتشکده ها رو برپا کنیم؟ بله، همه مکافات ما که از آتشکده ها و ظلم و ستم و زور اونها، بله آتش لازم بوده، اینها هم نگه داشتن اونو روشن نگه داشتن، چون ما کبریت نداشتیم، گاز نداشتیم، شب تا شب باید میرفتن میگرفتن از اونجا میومدن، ولی بعدن که اینها دیدن مردم وابسته و هستن به اینها،
زور گفتن، خودشون رو یه جوری با خدا وصل کردن، به قول شما خودشون هم رفتن تو آسمون ها و این دوستی که این شعر رو گفته دوباره میخواد برگرده به اون زمان. توجه کنین آی سوربی، ما بعد از انقلاب یه رنسانس یا نوزایی فرهنگی در حال برگزاریش هستیم. در این نوزایی فرهنگی، چرا بارها من توضیح دادم که ملت ایران به صورت غریزی دست نیاز به طرف سمبول‌های باستانی دراز میکنه، لوگوی فرابهر رو میگذاره، گردنبندش رو درست میکنه و به دیانت زرتشتی گرایش داره، حکومت هشتمی و نمیدونم هخامنشی ساسانی رو میخواد باز کنه. اینا به خاطر اون قانون سوم نیوتن، اصل کنش و واکنش هست. چرا که ما با یک دولتی رو برو هستیم که میگه مشروعیت من بر حکومت با شما سنت رسول الله، و ملت هم میگه که اگر سنت مشروعیت شما رو تأمین میکنه، ما هم دست نیاد دراز میکنیم به سنتی کهنسالتر از شما. این یک تمهید استراتژیک و سیاسی است. این گونه نیستش که ما پالون اسلامی رو برداریم و اون خورجین کپک زده زرتشتی رو کلبون بگذاریم. یعنی گارانتی هم نیست، یک سیاست استراتژیکه، ولی هیچ ضمانتی هم نیست. بگم هیچ ضمانتی هم نیست که از چاله یا از چاه در بیان به یه چاه عمیق‌تری فرود نریم. نه خیر، خب طبیعی هستش که ما در قرن 21 داریم زندگی می‌کنیم عزیزم. بله. در زمان اسطوره نیستیم. الان کوچکترین خبری که مثلا در ایران اتفاق می‌افته از سر تا سر دنیا پخش میشه. حتی اطلاعات ما که در خارج هستیم از خود ایرانی‌ها که در داخل هستن بیشتر درباره ایران. چرا؟ برای اینکه این اینترنت و این نانوتکنیک به خدمت ما اومده و ما داریم به خوبی ازش استفاده میکنیم. جالبه، تو اون داستانی هم که شما گفتید که به اصطلاح سیمور گفته به رستم که برو یک نیزه یک تیری درست کن، دو شاخه بزن به این، یه جورایی مثل همون کپی اون آشیل یا اون قسمت پایی هست که توی داستانهای یونانیه اگه اشتباه نکنم، که بله. مثل اینا دوستان اون موقع همه کپی میزدن از هم دیگه. بله بفرمایید. بله خب ببینیم، وقتی که ما وارد حوزه اسطوره ها و اساطیر میشیم، انسان به مدد تخیل و تصور ایماج سازی میکنه و برای فرونشاندن حس کنجکاوی خودش و دلیل تراشی یا علت معلوم پیدا کردن برای پدیده های پیرامون خودش یک دلیلی میسازه، و این دلایل هم در اون موقع که خب علم دانش مثل امروز روش نکرده بود که دلیل منطقی و علمیش رو بیان کنیم که مثلا منشأ باران تابش روز خورشید بر آبها و سطح خشکی های زمینه، یه علتی برای خودش می آورد. من برای شما قبلا توضیح دادم که وقتی که اون برزگر زمین رو شخم می زد و دانه رو می پاشید، یه شخم دیگه هم می زد که دانه زیر خاک بره، بعد اونجا از آسمان می طلبید که اون ابرهای بارانزا باران رو بر کشتش بباره و آیش صورت بگیره. خب بعدها یواش یواش تصور کرد که در پس این ابرها باید کسی وجود داشته باشه. به این ترتیب هستش که این خدا که قبلا نمایندگانش یعنی الهگانش مهر و میترا و آناهیتا بر زمین بودن و نمایندگان بیواسطه ما با عناصر طبیعت مثل باد و خاک و آب و آتش بودن، به آسمان میره، صعود میکنه و در این صعود هستش که هیئتش به صورت چیز نرینه از آسمان نازل میشه، میاد پایین، که میبینیم بالهای گشودی عقاب هست که سرش یا مثلا یه پیر خردمندیه، بعضی وقتا کوروش رو میذارن، بعضی وقتا داریوش رو میذارن، بعضی وقتا خوش و زرتشت رو میذارن. اینا همه در حوزه اسطوره قرار داره. بفرمایید. من ممنونم از شما که توضیح دادید. بله بفرمایید. من اون قسمت بله. چقدر دیگه ما وقت داریم آقا؟ 25 دقیقه و امروز درست سر ساعت باید بریم، چون ساعت 4 با آقای ارشاد از ایران هست. بسیار خوب. من حالا یه مطلب دیگه هم اینجا در انتهای این موضوع گذاشتم که حدود 4-5 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بله. خوندنش. اما درباره همین این نوزایی ایرانی هستش. شما در نظر بگیرید
در گذشته در زمان ناصرالدین شاه یه تعدادی از تحصیلگران اون موقع که مسافرت هایی هم به خارج کرده بودن پی میبرن که جامعه ایران به شدت عقب مونده و اونها که به الگویی که مثل اصلاح دین در اروپا صورت گرفته بود سعی میکنن که این دین رو بیان اصلاح کنن و اون جنبش باویه به وجود میاد و بعد ملاها متوجه میشن که این جنبش باویه داره زیرا به تمام این نهاد دیانت اسلامی رو میخواد بزنه، میره زیر پای سران دولت قاجاری مینشینن و اونها رو مجاب میکنن که آقا اینا رو چی بکنید و اونا هم تیغ رو میکشن و در یک نیت خونبار این جنبش رو سرکوب میکنن و بعد ملت 10 سال بعد قهرش برمیگرده، نه این بار به طرف نهاد دیانت اسلامی بلکه خود نهاد سیاست قاجاری. حالا من این روند اصلاح دین در اروپا را در اینجا برای شما توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد و حالا ما هم چه کار باید بکنیم. اصلاح دین در اروپا، اگر میتونید عکس مارتین لوتر را هم نشون بدید. مارتین لوتر پرچمدار پروتستانیسم، همون چایی شما میگفتید پروتست یعنی اعتراض، مارتین لوتر پرچمدار پروتستانیسم و رفرم دین در اروپا بود، اما محرک روانی به تکیگاه مالیش بورژوازی کلان شهرها، مخصوصا بانکداران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک بود. در اینجا توقف کنم، در نظر بگیریم که مارتین لوتر هم یک کشیشی بود، خیلی قد بلند و لنداهور و حراس‌انگیزی بود، ولی اهل کلیسا هم بود، دلیلی نداره که بیاد علیه خود کلیسا بشوره. بس پایگاهش کجا بود؟ این بورژوازی کلان شهرهای بزرگ اروپا مثل فرانسه در پاریس و لندن و این طرف توی آلمان برلین اینا بودن. خب تکیگاه، اما محرک روانی به تکیگاه مالیش بورژوازی کلان شهرها مخصوصا بانکداران و صاحبان صنایع بزرگ و کوچک بودند که هنگام صدور کالاهایشان به شهرهای دیگر ناگزیر از ایالات و مناطقی عبور میکردند که متعلق به فئودالها و کلیسای کاتولیک بود و در هر مرز و ایستگاهی باید مالیات عبور از قلمرو به مالکان می‌پرداختند و این پرداخت‌های میان مرزی قیمت کالا را افزایش می‌داد و مشکلاتی در فروش ایجاد می‌کرد. از این رو بورژوازی به طبقه متوسط شهرها به فکر افتادند موانع را از پیش پای صدور کالا بردارند. در راستای این اقدام ستور، توان مالی و قوای نظامی شهر به تنهایی برای زدن هر دو مزاحم شاه و شیخ کافی نبود، چرا که در اقلیم اروپا مردم زیر دو تا سلطه بودند، یکی سلطه کلیسا شیخ و دیگر هم همین فودال ها و خانه ها و برگا و شاه ها که ببینید تو اروپا میرید میبینید همینطور قصر و قصر میرید ده کیلومتر به تنهایی، ده کیلومتر یه قصر وجود داره و اونجا یه خانی زندگی میکرد در گذشته و قلمروی داشته و این قلمرو برای خودش ارزشی داشته و شاهان اروپایی بودن که بعد از اصلاح دین در اروپا تکلیف دین رو روشن کردن. 200 سال طول کشید، اومدن یه انقلاب سیاسی انجام دادن که یه آدمی مثل ناپلئون رو علم کردن، شمشیر کشید تا نزدیکای مسکو رفت و تمام فئودالیسم رو در سطح اروپا منحل کرد و قدرت سیاسی رو به دست گرفت و تا به امروز این قدرت سیاسی در اختیارش هست. خب توان مالی و قوای نظامی شهر به تنهایی برای زدن هر دو مزاحم شاه و شیخ کافی نبود، در نتیجه تصمیم گرفتن تک به تک با آنها درگیر شدن. اما ابتدا با کدام یک باید درگیر می شدن؟ طبیعی بود اول حساب آن که بیشتر دانشمندان، مخترعین و آزادی خواهان را در شکنجگاه های خود کشته بود، یعنی کلیسای کاتولیک. بنابراین با سران فودال ها و شاهان محلی جهت ائتلاف و اتحاد به گفتگو پرداختند که هنگام زد خورد با پاپ از یک سو متحد او نگردند
و از دیگر سو به آنها وعده دادند اگر در این کار با شهر همکاری کنند و متحد آنها باشند، پس از سرکوب کلیسا و تقسیم املاک سهم فودالزاده ها را چرتر در نظر بگیرند و با این لغمه لذیذ و تمهید هوشمند بازوی نظامی اربابان را به سوی خانه خدا معطوف کردند که با موفقیت به اجرا در آمد و سپس در زمان ناپلئون اقدام به پاک کردن اروپا از وجود خود فودارخانه بودند که پس از خاتمه کار تا به امروز مسلط در تمام امور هستند، که حتی کمونیسم یعنی جهانبینی طبقه محروم هم نتوانست قدرت را از چنگ بورژوازی خارج کند و ملت قهرمان ایران در رستاخیز 57 با موفقیت نهاد سلطنت را در هم کوبید، دفتر سیاسی ها را بست، به بایگانی تاریخ سپرد و نظام جمهوری اعلام کرد و بلافاصله به سر وقت نهاد دیانت اسلامی آمد و برای از میان برداشتن این عنصر مزاحم راه ترقی و رشد نه نیروی مسلمان، نه اسلحه، نه تکیگاه مالی و نه حمایت جهانی برای وارد کردن ضربه فلجساز برخوردار نیست. یعنی هیچ کدوم از اینا رو نداره. در چنین شرایطی چه باید کرد؟ نظر ورزی کنید. بسیار ممنون. این سوالی که از دوستان بیننده باید کرد که به نظر اونها چه باید کرد، ولی در رابطه با رنسانس شما صحبت کردید، نمیدونم شما در جریان هستید، آقایی به نام شاهین نژاد و دوستانشون رنسانس ایرانی رو راه انداختن در تگزاس و کالیفرنیا و اینها، میخواستم ببینم شما در جریان هستید یا نیستید. اگر هستید نظرتون درباره این گونه حرکات چی هست؟ آیا اینها به جایی میرسن یا با تندروی ها و نجات پرستی هایی که توشون هست اینها هم هیچ چاره ای ندارن به جز نابود شدن؟ نه خیر، من با کارای اینها البته که موافق هستم و البته تنها آقای شاهین نجات نیست، شاهین نجات و چند تا دیگه دوستانشون یه تنها افراد انگوش شماری هستن که توانایی رسانه‌ای شدن حرفاشون رو داشتن و در تلویزیون ها دارن بحث میکنن. حالا اگه شما صفحات فیسبوک رو نگاه کنید بیش از شاید 500 تا گروه فیسبوکی باز که شده در احیای همین رنسانس ایرانی داره فعالیت میکنه که من خودم یکی از اونها هستم. آخر رنسانسی که به اصطلاح معتدل باشه و منطقی باشه حرفی توش نیست، ولی اونی که بوی نجات پرستی و عقبگرد به اصطلاح مشام میرسه و داخلش دیده میشه، من فکر میکنم اونها هیچ چاره ای به غیر از بین رفتن ندارن. ببینه آقای سربی، مسئله معتدل بودن، اتفاقا جنبش ایران بسیار معتدل تر از مال اروپاست، چرا که ما الان با جمهوری اسلامی تنها اون اوائل یه مقدار مجاهدین فقط دست به اسلحه شدن، بقیه نیروها با جمهوری اسلامی درگیر نشدن، چرا که گذاشتن این کارش انجام بده بیاد سر قدرت و ماهیت اسلام برای مردم ایران مشخص بشه و این روند داره طی میکنه. بعد از اون طرف دیگه شما گفتید نژاد پرستی. ببینید عزیزم، ملی‌گرایی با نژاد پرستی فرق میکنه. ملی‌گرایی یا ملت جماعتی هستن که در یک منطقه یا جغرافیای جهان زمین دارن زندگی میکنن و برای همزیستی یه سری دستاوردهای مادی و معنوی تولید کردن و که از نمودهای برجستش بشه زبان بگفت، یعنی مجموعه های این هویت ملی هستش، زبان، مذهب، اون نهاد سیاست شاهنشاهی. خیلی ها میگه که شاهنشاهی پدیده کلی ایرانی است، اما دیانت اینجا الان دیانت مذهب اومده روش سوار وبالش شده، ما داریم اون دیانت رو پس میزنیم. اگر لازم هستش که ما دیانتی هم داشته باشیم و تکیگاهی برای ما باشه با سیاد صورت تکیگاه معنوی، خب دیانت زرتشتی اونجا هست که یک دیانت بومی و ملی است. نه من منظورم ناسیونالیسم و اینها نیست،
چون نه مثلا این ناسیونالیسم ارتباطی نداره. من آقا ایرانی هستم، از خاک ایران به وجود اومدم و به اون سمبل ها و ایران هم علاقمندم و جزء ملیت هم. اون نژاد پرستی پدیده دیگه است. نه منظور من اونایی بود که دنبال این هستن که ما از نژاد آریا هستیم. اتفاقا تازگی معلوم شده که اصلا این موضوعات نژاد، حالا چه جرمنش باشه چه آریاییش باشه، درست نیست و همه اصلشون از آفریقا اومده و آخرم همه افراد روی کره زمین یه جوری قهوه‌ای رنگ میشن و باز به همونجا میرن. من منظورم اون قسمت نژاد پرستیش بود که من چون آریاییم از اون بهترم، من چون فارسم از اون ترکه بهترم، من چون لورم از اون یکی اولی ترم. اینجوری منظورم بود. ببخشید. ببینید منظور، ببینید من درباره این نژاد پرستی یکم صحبت میکنم. ریشه های این مسئله نژاد برمیگرده به قرن 18 و اوائل 19 که اون دانشمند سوئدی لینه زمانی که اومد گیاهان رو برای شناسایی بهتر طبقه بندی کرد و حتی تعداد دیگه ای در حوزه زیستشناسی تلاش کردن که حیوانات رو هم برای شناسایی بهتر طبقه بندی کنن. بعد یه تعداد دیگه هم پیدا شدن گفتن که خیلی خوب، حالا برای شناسایی بهتر ما انسان ها رو هم میتونیم طبقه بندی کنیم. اومدن در اونجا، نژاد اونجا مطرح شد که گفتن که این انسان هایی که در روی کره زمین تقسیم میشن ابتدا بر اساس رنگ پوستشون طبقه بندی کردن، یعنی سفید پوست، سیاه پوست و سرخ پوست. بعدها این مسئله تبدیل شد به یه موضوع بیبوداری که بعدها اومدن از این سو استفاده کردن. این همه این چیزهای امپریالیستی یا نمیدونم چیز صهیونیستی غیره این حرفا به نژادهای سامی و سربی و نمیدونم اینطور چیزا رو و انگلوساکسون تقسیم بندی کردن، در صورتی که اگر شما یه دونه یهودی بیاد وایسه کنار من، کسی تشخیص نمیده که اون یهودی هست. من مثلا ببینی اصلا آتئیست هستم، دیانت ندارم، من کجا معلوم میشه؟ این هستش که بعدها این مسئله نژاد پرستی که بعد از اون طرف دیگه اومدن یه تعداد دیگه خودشون رو در دیانت این اسلامی و یهودی خودشون رو سامی خطاب کردن، گفتن ما نژاد سامی هستیم. خب ایرانی ها هم برای اینکه هویتی به خودش دارن گفتن ما هم آریایی هستیم. این هستش که بعدها خب این مسئله چی شد و سوء استفاده هایی ازش کردن. بسیار ممنونم از شما. دوستان عزیز اگر پرسشی درباره گفته صحبت‌های آقای خداوند رو دارید یا نظری دارید حتما تماس بگیرید. من صفحه به فیسبوک ایشون رو نشون دادم، خیلی ساده، یزدان خداوند رو. ایشون نه اسم مستعاری برای خودش درست کرده، نه پشت عکس عقاب و این چیزا قایم شدن، عکس خودشون هم اونجاست. باشون تماس بگیرید، خیلی هم فعالن و فوری پاسخ میدن، تماس میگیرن. امیدوارم این بحث و گفتگوها به جایی برسه. خیلی ممنونم که خانم دکتر بهیه جیلانی هم از طریق فیسبوک شاهد این برنامه هستن و باز هم میکروفون رو در اختیار آقای خداوند رو میذاریم تا درباره این آسیب شناسی اگر صحبتی هست بفرمان، اگه نه که موکول کنیم هفته آینده همون قرار خودمون چهارشنبه ها سه بعد از ظهر. تشکر میکنم از آقای خداوندلو که وقت من ازشون خواهش کردم امروز برنامه داشته باشیم به جای چهارشنبه، قبول کردن و ما تونستیم یکی دو روز بریم استراحت و دوستان رو ببینیم. آقای خداوندلو در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله، من امروز یه مقداری دامنه بحث رو کوتاه‌تر کردم که فقط خواستم درباره پیدایی آیین اهورامزدایی و نقش عقاب بحث کنم. این موضوعی هستش که تا الان بیش از 50 تا 100 جلد کتابی که درباره پیدایی دیانت اهورامزدایی، زرتشت و ایران باستانی بوده به این مطلب اشاره نکردن. من خواستم در این مقاله اشاره بکنم که عقاب یک نقش اساسی داشته با اون بالهای گشودش و اون نگاه ژرفش از آسمان. اومدن اهورامزدا رو به این حیوان تشبیه کردن. بله. گفتن که اهورامزدا نگاه اهورامش از آسمان مثل عقابی میمونه که ناظر بر تمام جنبندگان روی زمینه. با اون نگاه ژرفش میتونه همه چیز رو تشخیص بده. و این جا افتاد. البته قبلا همین مسئله در تمدن آشور و بابل هم بود. چ
چند دقیقه دیگه ما وقت داریم؟ اینجا 10 دقیقه، 8 دقیقه، 10 دقیقه. خب 8 دقیقه. خب من برای شما یک موضوع رو توضیح میدم. بفهم. شما میدونید که قبل از ظهور هخامنشیان مادها در پهنه فلات ایران حاکم بودن، یه چیزی معادل 250 سال اونا بودن و همین مادها هم بودن که تونستن دولت آشور رو منحل کنند و قلمروش زمیمه خودشون کنند و طبیعتاً در پهنه فلات ایران این مادها در هر منطقه ایله ها و قبیله ها که وجود داشت و کلونی های انسانی برای خودش شاه کوچک داشت و در رأس همه اینها یه شاه کلی در رأس هرمشون به نام اون ویشتاسه یا گشتاسه اون قرار داشت. اگه ممکنه اون تصویر رو لطفا نشون بدید که زرتشت رو نشون میده در حضور گشتاسه شاه ماد. اجازه بدین. در این جا شما میدونید زرتشت خودش متولد ری بوده، بعدها که این آیین اهورامزدایی رو داشت مطرح میکرد با اون نمایندگان و پیروان آیین میترایی در اون ناحیه دچار درگیری میشه، درست مثل محمد که از منطقهی برم میشه میره منطقهی دیگه. این آقای زرتشت پناهنده دولت ماد میشه و بعد این دولت ماد بعد از اینه که اون امپراتوریه یا چیز آشوری رو تومارش در هم پیچید و قلمروش زمینه خودش کرد، نشان دهنده این هستش که ساکنان این پهنه فلات ایران از نظر جمعیت انسانی به یک حد نصابی رسیده بودن که تونسته بودن یه دولت کهنسالتر از خودشون رو اونجا رو چیزشو بساطشو برچیدن و قلمروش زمینه خودشون کنن. و در این حال مادی‌ها یک ارتباطات خانوادگی هم با قبیله انشانی‌ها که کوروش از همون قبیله در پارس هست داشتن. بعد اینا و در ماد گشتاسه بلدین میکرد و زرتشت هم اونجا در کنارش بود تا اینکه به تدریج سرکله هخامنشیان از جنوب غربی پهنه فلات ایران سر به فلک میکشه و داره میاد که تومار همه را در هم بچینه. طبیعتا شاه ماد دست دامان میشه. خب با چیکار باید بکنید؟ به سران ایلها و قومها خبر میده که یه همچین نیرویی داره میخواد بیاد بساط ما رو جمع کنه. خب اونا میگن که برای اینکه با این حیولا و نیرومندی که سنبش هم خیلی قویه مقابله کنیم باید اتحاد کنیم، با هم متحد شویم. وقتی که اینا اومدن خواستن با هم دیگه متحد بشن، بینشون کشمکش صورت گرفت که زیر کدام چتر ما باید بریم متحد بشیم، چون هر قبیله برای خودش چتر و بیدق و علم و در و دستک داشت. روی این حساب بود که در همه این دعواها و بحثایی که داشت توی اون پارلمان اون دولت ماد در شبستان مجلسش صورت میگره، خب آش و زرتشت بهشون پیشنهاد میکنه که خیلی خوب بیایید برای اینه که این وحدت صورت بگیره همه این چهت ها به بیدرها رو بذاریم کنار، یه بیدرهی رو انتخاب کنیم که فرازمینی باشه، اصلا آسمانی باشه. به همین خاطر هستش که اون اهورامزدا رو در اون بالا اومدن لوگو و پرچم خودشون قرار دادن. متوجه هستید چی شد؟ بله. منتها در این کشمکش ها و این تمهیدی که به کار می بردن دیر جنبیدن و هخامنشیان تومار مادها رو در هم پیچیدن و بعد هم خود همین هخامنشیان آمدن همین دیانت رو در جهت ادغام دین و دولت زمیمه نهاد سیاست خودشون کردن و انبوه روی از لوگوهاشون نمیدن تصاویر اهورامزدا رو در کاخهاشون و در محاور در خیلی جاها ساختن و جا انداختن و با همین هم بود که برای شدن رفتن یونان و اونجا ابتدا تسامع دینی داشتن، ولی به تدریج که این دیانت زرتشتی قوی تر میشه اون مقام پیدا میشن، مزاحمت های ایجاد میکنه و اون مزاحمت ها باعث میشه که اونا هم برگردن یه ضربه رو بزنن که
تومار امپراتوری هخامنشی رو در هم پیچیدند. بسیار ممنونم از شما، به امید دیدارتون چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا و 9 شب به وقت آلمان. بازم ممنون و بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. درود بر شما، بدرود آقای سروی و شنوندگان و بینندگان. ممنون از شما. خب دوستان عزیز، این برنامه ها از وقتی که از فیسبوک پخش شده، حسنش اینه که دیگه لازم نیست حتی یک ساعت صبر کنید. به مجرد اینکه ما خداحافظی میکنیم، شما میتونید باز برگردید، نگاه کنید، تماشا کنید، برای دوستانتون بفرستید. ولی با این وجود ما برنامه ها را به صورت مستقل روی یوتیوب هم میذاریم، از طریق صفحه بایگانی تلویزیون مردم هم میبینید. این برنامه ها تا هفته آینده برنامه بعدی هر روز هم از تلویزیون مردم پخش میشه. اگر دوستان تلویزیون مردم رو از طریق مردم tv.com نمیتونن تماشا کنن، اگه سیستمشون مکنتاش باشه، اپل باشه، اونجا نوشتیم اگر قادر نیستید روی این کلیک کنید که برنامه ها رو به صورت ضبط شده میبینید. ولی اگر ویندوز دارید باز هم نمیتونید ببینید، این مکافاتی هست که شرکت هایی مثل مایکروسافت، اینترنت اکسپلورر، کروم اینها درست کردن. همشون قول دادن که به زودی یونیورسال میشه، ولی کی هست که قول اینها رو قبول کنه؟ اینها هم مثل سیاستمداران دروغ رو پیش خود کردن. اون وقت شما باید خودتون رو یه مقداری آگاه کنید. یه چیزایی هست به نام پلاگ این یا اد آن. اونایی که کار کامپیوتر انجام میدن واردن. اگر نه مشکلی داشتید با من تماس بگیرید، از طریق فیس، از طریق اسکایپ یا از طریق تیم ویور میتونم کمکتون کنم که این رو براتون درست کنم. من نالج یا آگاهی چندانی، دانش چندانی ندارم به نسبت کامپیوتر چون رشتم نیست، ولی انقدری خودم رو وارد چیز میکنم به اصطلاح که بتونم گلیم خودم رو از آب بیرون بکشم. و توی این ماجرا اگر کسی هم مثل خود من یه چیزی رو که من تا دیروز نمیدونستم اگه امروز یاد گرفته باشم، دوست دارم به اون هم یاد بدم. عادت ندارم پوز بدم بگم من حالا دیگه شدم خدای. دیروز آقای مینویی به من زنگ زد، آقای سروی اینجا هستم با یک آقایی که ایشون خدای کامپیوتره. گفتم اگه میشه گوشی رو بهشون بدید، به این خدا بگید 124,000 تا پیغمبر فرستادید دنیا رو خراب کرد، یه پیغمبر کامپیوتر برای من بفرست یک کم به من کمک کنه. ایشون هم کلی خندید. امروز ساعت 5 با آقای پرویز مینویی هستیم، ولی قبل از اون با آقای حسن ارشاد هستیم که درباره بهائیت و دین بهائی‌ها صحبت میکنه و شما هم میتونید در برنامه این دوستان شرکت کنید. اینها همینجوری که برنامه گذاشتن، از عمر خودشون که گرونترین چیز هست مایه گذاشتن، از جیب خودشون خرج میکنن، تا اینجا نشون دادن که دوست دارن با شما بینندگان باشن و شما هم از این فرصت استفاده کنید. من همینجا از شما خداحافظی میکنم. روز دوشنبه باز با شما خواهیم بود و همونجوری که گفتم برنامه آقای محسن نادری نژاد چرازنین رو هم ساعت 4 بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن و نیویورک، 1 بعد از ظهر دوشنبه به وقت کالیفرنیا پخش میکنم. خب پس با امید دیدارتون و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.